نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه اول شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام محرمیت پس از ازدواج فرمودند اگر کسی با خانومی ازدواج کرد که آن خانوم پسر بزرگی دارد، اگر این پسر زن گرفت و صاحب دختر شد، دختران این پسر با شوهر این خانم که در حقیقت شوهر مادر این پسر می باشند محرم هستند. معظم الله تنها دلیل این مسئله را اجماع ذکر نموده و فرمودند در قرآن فقط از تعبیر ربائبکم استفاده شده که به معنای دختران این زن می باشد و نه دختران پسر این زن، اما در اجماع گفته شده که دختران پسر این زن هم محرم هستند و ظاهراً اختلافی در این زمینه بین فقها وجود ندارد. ایشان در ادامه فرمودند اما این پسر با هیچ کس محرم نمی شود، ولی اگر این فرزند به جای پسر دختر بود با شوهر مادرش محرم می شد، اما این پسر نه با زن دیگر این شوهر محرم است. اگر زن دیگری داشته باشد چون آن مرد پدر اصلی او نیست، چرا که زن پدر اصلی با پسر محرم می شود و نه زن شوهر مادر، و همچنین با دختران آن مرد هم محرم نیست و همچنین با مادر شوهر مادرش هم محرم نیست و حتی می تواند با آنان ازدواج نماید. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یعنی یه مرد یه خانم رو که گرفت ازدواج کرد، یک پسر داره، پسره میتونه دختر این مرد رو بگیره ازدواج کنه، میتونه مادر این مرد رو بگیره ازدواج کنه. اگه دختر بود محرم بود با این مرد، اما چون پسره، پسر باهیش که محرم نیست، ولی دخترای این پسره محرم میشن با این شوهر مادر بزرگشون. اگر این پدری که الان ناپدری هست مادر بزرگ داشته باشه، میتونه اگر این شوهر نداشته باشه هم دینه خود که با بقیه هم همه بله اشکال نداره، عیبی نداره. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: حکم سفری که مشخص نیست، از حد شرعی گذشته، پیامبرانی که زنده اند، شرح آیه 57 سوره مردم، برخی از احکام ذبح و صید، توضیحاتی در مورد سفیانی، برخی از احکام رؤیت هلال، شرح معنای بدا، شرح معنای نسخ و شرح تفاوت نفس و روح از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 10:45 دقیقه به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره 100 فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.